بیش از دو هفته از انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف می‌گذرد که در برخی از محافل و رسانه‌های مشخصی بازتاب گسترده یافته است و آن را در سطح وسیع تحت پوشش قرار دادند. در این فایل صوتی که گفتگوی ظریف با سعید لیلاس، کارشناس اقتصادی حاکمیت است، وزیر خارجه ایران به نقش قاسم سلیمانی در سیاست‌های خارجی دولت ایران اشاره دارد. فرماندهان سپاه به شدت به ظریف حمله کردند، اما خامنه‌ای انتقاد ملایمی از وی کرد. به دنبال آن روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه ظریف به مجلس رژیم احضار شد و در پشت درهای بسته به سوالات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اسلامی پاسخ گفت. این هیاهو برای چیست و آیا ظریف پروتکل امنیتی پست وزیر خارجه را نقض کرده و اسرار رژیم را فاش ساخت؟ درگیری‌های درون جنایی رژیم در آستانه انتخابات چه نقشی را در این هیاهو دارد؟ برای بررسی این موضوعات با آقای بهرام رحمانی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی گفتگو کردیم. آقای بهرام رحمانی، بسیار سپاسگزارم که دعوت صدای نو رو باری دیگر پذیرفتین و دوباره مهمان برنامه ما شدین. آیا فاش شدن گفتگوی ظریف وزیر خارجه رژیم با لیلاس راز مگویی رو آشکار ساخت یا قبلا کم و بیش این مسائل برملا شده بود؟ حتی اگر در پژوهش ها و بررسی کارشناسان و تحلیلگران مسائل حوزه ایران این مسائل به نحوی بالاخره مورد کنکاش و نقد و بررسی قرار گرفته بود. من از دعوت شما تشکر میکنم و برای شنوندگان رادیو هم تندرستی و موفقیت آرزو میکنم در این دوران بحران کرونایی. من حقیقتش به دقت این مسئله افشای نوار ظریف رو گوش کردم، تعقیب کردم و حقیقتش چیزی پیدا نکردم که ظریف در مورد چیز تازه‌ای حرف گفته باشه، چه در مورد دیپلماسی میدانی یا جنگی، چه در مورد فرمانده سپاه قدس قاسم سلیمانی، چه در مورد اینکه به هر رو وزارت امور خارجه چندان کاری نیست. اینا رو همه ما میدونستیم. دوم خرداد خاتمی رئیس جمهور اون مملکت که با آمار بالایی هم انتخاب شده بود تو اون دوره، خودش میاد صریحا داره میگه آقا دولت تدارکات چیه. ما درست ظریف وزیر امور خارجه است، خب ولایت سال هاست سفیر رسمی خامنه‌ای در امور بین الملل به کشورهای خارج سفر میکنه، مذاکره میکنه و قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس، خب ایشون همه میدونستیم که غیر از خامنه‌ای به کسی پاسخگو نیست. این چیز جدیدی نیست. ظریف تو این گفتگوهاش انتقاد میکنه که مثلا بشار اسد رو ایران آوردند، قاسم سلیمانی آورده، ایشون به عنوان وزیر امور خارجه خبر نداشت. اینو هممون میدونستیم. خب کاش خوب بود بهش خبر میدادن، ولی این ناراحت خبر نداره. ناراحت این نیستش که این باید میرد بشار اسد رو میآورد ایران. ایشون ناراحت این نیستش که مذاکره با روسیه و چین قاسم سلیمانی خودش مستقیم این مذاکره رو می کرده و وزیر امور خارجه رو دور می زدند و ناراحته که چرا جان کری گفته که به هر رو اسرائیلیا 200 بار به سوریه حمله کردند، ایشون از دهان کسی دیگه نشنیده. هیچ کدوم از اینها چیز جدیدی توش وجود نداره برای بخش آگاه جامعه ایران بیاد بگه که ظریف یه جایی به لحاظ تحلیل حرف درستی زده یا حرف غلطی زده. ظریف گلایه‌هاش رو مطرح کرده، در این حال تاکید کرده مثلا قاسم سلیمانی جنگ طلب نیست، صلح طلبه.
خب اینو جامعه داره میگه آقای ظریف شما سفسطه نکن، دروغ میگی، ایشون اتفاقا جنگ طلبه، با صلح دشمنی داره. یا مثلا در مورد اینکه بهرو ایران در سوریه چه کار کرده، در یمن چه کار کرده، در عراق چه کار کرده، لبنان چه کار کرده، افغانستان چه کار کرده، انتقادی به این سیاست های جنگ طلبانه و راه انداختن جنگ های نیابتی نداره. ظریف انتقاد به این نداره که آقا همین الان کشتی پر از سلاحی که به یمن میرفته گرفتن، بهرو چه ربطی به ظریف داره؟ آقای رحمانی ببخشین، چیزا بهش ربط داره، ببخشین اینو بگم، اونم اینه که ظریف رسماً از نظر بین الملل رئیس دیپلماسی جمهوری اسلامیه. مثلا همین اسدالله اسدی را که دیپلمات ایرانی در اتریش بود، در آلمان دستگیرش کردن و قرار بوده بمبی را آورده بده دو نفر دیگه با همکاری یه نفر دیگه، این سه نفر بمب بود در همایش مجاهدین بذارن، دستگیر میشه و 20 سال زندان بهش میدن. اینجاست که باید یه خبت ظریف و چزب ظریف باید به این جواب بده که بالاخره این که قاسم سلیمانی نظامی نبوده، با امضای شما اومده دیپلمات شده، شما چرا در مورد اینا حرف نمیزنی؟ و چه ربطی به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران داره، به ویژه در رابطه با درگیری های جناحی و فاش شدن این گفتگو، کاربرد جلب مشارکت مردم رو داره واقعا؟ ببینید عصر یک شنبه یعنی دیروز 19 اردیبهشت، کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس جلسه ای داشت، ظریف اونجا آورده بودن، در واقع به نوعی استیضاحش میکردن. در رابطه با این جلسه حجت الاسلام مشتبه زرنور در مصاحبه با شبکه صدا سیما میگه که وزیر خارجه مدام تاکید داشت که سونیت نداشته و سرباز نظام است. ظریف گفته که قرار بود حتی اکثر 60 تا 90 دقیقه از مصاحبه پخش بشه و اینم مسئولیتش با مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری بود. ظریف اونجا داره میگه که من در رابطه با این مسئله نخواستم در رابطه با این انتخابات کارشکنی کنم، این ربطی به انتخابات نداره. و در واقع یه جایی که ربط داده میشه به انتخابات، ظریف مدتی پیش گفته بود که من شاید بیام خودم رو کاندید کنم، و اگه واقعا پشت پرده اینجوری بوده، ظریف قصد داشته خودشو کاندید ریاست جمهوری کنه، بالاخره پخش این نوار ظریف رو سوزوند، ظریف دیگه نمیتونه کاندید بشه. و من فکر میکنم این نوارم هیچ ربطی به انتخابات پیش رو نداره، به هیچ بازارگرمی هم نمیتونه در این بازار سردی که تو انتخابات وجود داره. حداقل ما میدونیم که انتخابات، آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی که اسفند ماه 98 برگزار شد، به گفته خود حکومتیان و رسانه هاشون 20% تا 25% مردم شرکت کردن. الان نگرانن که همون حد هم شرکت نکنه. هنوزم چیزی نمونده به انتخابات ریاست جمهوری، کاندیده های جمهوری اسلامی روشن نیست کی کاندید اصلیه کی کاندید اصلی نیست. بنابراین جمهوری اسلامی در رابطه با برگزاری این انتخابات دچار مشکل و بحران شده، و به ویژه از اون زاویه دچار بحران شده که تو انتخابات سابق خارج از کشور نهادها یا سازمانها احزاب اپوزیسیون میگفتن این انتخابات تحریم کنیم، ولی الان ماهاست که بازنشستگانی که در خیابونا شعار میدند خط فرق 12 میلیون، دست و مزد ما 3 میلیون، دیگه ما رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم، پشت سر این مال باختگان میان این شعار میدن، پشت سر اون کشاورزان اصفهان میان میگن اگه تا روز انتخابات خواسته های ما را برآورد نکنین، ما میگیم صندوق های رأی را تو تمام شهر اصفهان آتش میزنیم. یا تا اول ماه می
یک صدا فریاد می زدن تو تظاهرات ما دیگه رأی نمیدم از بس دروغ شنیدم. همین الان هم تو تظاهرات. بنابراین جمهوری اسلامی دوچار بحران شدیدی شده و اینکه افشای این نوار ظریف و به انتخابات رفت میدن به نظر من این حرف بی رفت رفت به انتخابات نداره و بازار گرمی هم نمیتونه برای انتخابات بکنه. خب آقای بهرام رمانی، ایران و آمریکا و غرب در حال احیای برجام هستند. از سوی جزئیات عملیات قتل قاسم سلیمانی نیز دو روز پیش منتشر شد. همزمانی این تحولات چه ارتباطی میتونه به انتشار فایل صوتی ظریف داشته باشه؟ ببینید، جمهوری اسلامی جمهوری بحران هاست. در واقع با بحران سازی ها خودشو توی این مدت تونسته نگه داره. نمیدونم دوره ریگان اومدن مکپارلین به ایران، ایرانگت معروف شد، افشای قتلای کشتار 67 توسط ستانامه منتظری افشا شد، نمیدونم افشای قتلای زنجیری افشا شد. و تو جمهوری اسلامی به هر رو الان هم این نوار ظریفه. نوار ظریف به نظر من به هر رو میتونه تا حدودی به دیپلماسی جمهوری اسلامی تو این دوره سایه بندازه. مثلا ظریف تو نوار داره میگه که اصلا روسیه موافق نیست ما با غرب سازش کنیم. خب این یه مسئله ای را هم پوتین رو ناراحت میکنه و دیپلماسی اونجا را و هم به قول معروف آمریکا را که ظریف یه همچون نظری داشته. و یا این که به هر رو در این مسئله که این مذاکرات در کاره میبینیم که در این حال موشک پراکنی به پایگاه های آمریکایی در عراق بیشتر میشه. این مذاکرات در جریانی یک کشتی بزرگ و دریای عرب همین پی روز روزش هم بگرفتن که یه اسلحه خونه خیلی بزرگی از موشک گرفته تا تیربار که گفته میشه از ایران برای حوزی ها فرستاده میشد. و به اضافه این که رابطه ایران با چین و امضای قرارداد 25 ساله همه اینها را ما در کنار هم میخواییم بذاریم و میبینیم که خب این مذاکراتی که وجود داره و این مذاکرات سعی میکنه جمهوری اسلامی یه کارت‌های برنده پیدا کنه به زیر رومیز که نداره، از رقیب خودش امتیاز بیشتری بگیره که نمیتونه بگیره. همین الان آمریکایی‌ها وزیر امور خارجه‌اش گفته دیگه، به صراحت گفته که اگه قرار باشه مذاکره انجام بگیره به نتیجه برسه راه طولانی در پیشه، شاید در دولت آینده جمهوری اسلامی بعد از انتخابات باشه. در صورتی که ظریف و روحانی زور زدن که این مذاکره را و نهایی شدنش را به نام خودشون ثبت کنن. من فکر نمی کنم که این مسئله که مذاکره در جریانه یا جمهوری اسلامی در اینجا انفجار در نطنز میشه و بعدش هم میگه سانتریفیوژا فعالیتشون را به 60% رسوندیم، همه اینها بلوفای جمهوری اسلامیه که میخواد از سر این مذاکره از رقیب خودش امتیاز بگیره. بله، خب جمهوری اسلامی چون جمهوری بحران هاست در این حال دست به کارهایی میزنه که خود این مذاکره رو تحت تأثیر خودش قرار میده. همون ارسال اسلحه، همین موشک پراکنی ها به پایگاه های عراقی، همین الان مثلا شما گفتین افشای جدیدی از نحوه ترور قاسم سلیمانی، به میون آمدن بحث اتحادیه میهنی و تکذیب اونها. به نظرم همه اینها نشون دهنده اینه که به معنای واقعی برای آمریکا اتحادیه اروپا این مذاکره به قول معروف چندان میتونه یه بازار 80 میلیونی را به دست بگیره دوباره، ولی آنچنان اولویت نداره تا اینکه
برای جمهوری اسلامی این مسئله اولویت داره، بتونه اون حدود 150 میلیارد دلار پولی که از مال ایران بلوکه شده این پولا به ایران برگرده، دوباره برای کشتار و سرکوب و زندان هزینه کنه، مهمه براش. ولی برای آمریکا و برای اتحادیه اروپا این مسئله اولویت نداره و به نظر من این مذاکرات لفت داره میشه که این انتخابات روشن بشه و اگه قرار باشه سازشی هم باشه یا توافقی هم وجود داشته باشه، نه با دولت روحانی که در حال خارج شدن از کاخ ریاست جمهوریه، بلکه با کسی مذاکره میشه که در حال ورود به کاخ ریاست جمهوری در ایران. و شما اشاره داشتین به حضور ظریف در جلسه در واقع ویژه و محرمانه رژیم، اون به اون به این به مجلس فرا خوانده شد و امروز سفیر رژیم در سوریه عوض شد و هفته گذشته ما دیدیم از سرکردگان سپاه و سرداران سپاه عملا ایشون رو، ظریف رو، مورد توهین علنی قرار دادن، ولی هنوز ظریف در پست خودش کار میکنه. نظر شما در این مورد این تحولات چیه و بر کناری ظریف چه هزینه‌ای رو برای رژیم داره؟ ببینید، به نظر من از مداحان گرفته تا فرماندهان سپاه که خیلی شدید به ظریف حمله میکنن، از حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران، اسماعیل کوثری، قالیباف، محسن رضایی، عبدالله حاجزاده، حاج صادقی نماینده خامنه‌ای در سپاه، به اینا نگاه میکنیم و سخنرانی خود خامنه‌ای را بعد از حدود یک هفته جنجال بر سر نوار ظریف صحبت میکنه، خامنه‌ای خیلی ملایم در مورد صحبت میکنه. خامنه‌ای برخلافه که آدم پرخاشگر و بددهنیه، در مورد این مسئله چیزش اینه که به ظریف انتقاد نرمی میکنه که آقا دیپلماسی، حالا اون حرفش هم بسیار غلطه، تو دنیا دست وزارت امور خارجه نیست. خامنه‌ای وزیر امور خارجه را یا وزارت امور خارجه چرا مجری سیاست های خودش میدونه، نظام میدونه، نه اینکه خودش ابتکاری داشته باشه مذاکرات پیش ببره، بلکه مجری این چیزا. حتی میبینیم مثلا برای امضا قرارداد 25 ساله بین چین و ایران، لاریجانی را خامنه‌ای معرفی میکنه، نماینده اصل اینه، ظریف نیست که با وزیر امور خارجه چین داره مذاکره میکنه، امضا میکنه. از این نظر من فکر میکنم که خود اون صحبت خامنه ای و صحبت نرمش نشون دهنده این بود که احتمالا خامنه ای این مصلحت رو در نظر گرفته، حالا که ظریف یکی دو ماه بیشتر از ماموریتش باقی نمونده، برطرف کردن، برکنار کردن این و یه وزیر امور خارجه جدید و یه رئیس دیپلماسی جدید انتخاب کردن برای خود حاکمیت سخت خواهد بود. دوباره این بره تو این مذاکرات آشنا بشه، با افراد آشنا بشه، با اتحادیه اروپا آشنا بشه، نمیدونم در مسئله جنگ داخلی یمن و سوریه و لبنان و عراق و اینا مداخله کنه. خب این آدمی که میاد به طب هر که باشه طول میکشه تا اینکه جای اون قبلی را بگیره. این فرمانده سپاه قدس جدیدی که اومده هنوز به قول معروف نتونسته جای قاسم سلیمانی را بگیره و نخواهدم گرفت. بنابراین من فکر میکنم که ظریف رو برکنار نمی کنند، انتخابات به شدیدتر میشه. از طرف مداحان و سپاه پاسداران و اصولگرایان، ولی تا اونجایی که به خود خامنه ای برمیگرده که حرف اول آخره در این جامعه میزنه، از صحبتاش یه همچه استنباطی نمیشه داشت که ظریف رو برکنار کنند.
آقای بهرام رحمانی، شاید به عنوان آخرین سوال به جنبندی صحبت شما بپردازیم. شما با این جمله آغاز کردین، در واقع صحبت ظریف راز مگویی نبود، چیز عجیب و غریبی رو نگفت، و از سوی دیگه شما گفتین کاربردی برای انتخابات پیش رو نداره. چرا حالا به نظر شما این فایل صوتی پخش میشه؟ آیا ویژگی و اهمیت خاصی داره؟ و تبعات اون برای حاکمیت چی هست اگه تبعاتی داشته باشه؟ ببینید، اون چیزی که واقعا من اینو تاکید کنم، ظریف در مورد قاسم سلیمانی انتقادها گلایه هایی کرد، ولی ظریف هرگز نگفت که قاسم سلیمانی از طرف ولایت فقیه مأمور سازماندهی جنگ های نیابتی در یمن، سوریه، عراق، لبنان، کشورهای آفریقایی بوده. قاسم سلیمانی قاتل ده ها هزار انسان در کشورهای منطقه، در ایران، و عامل آوارگی میلیون ها انسان هست. قاسم سلیمانی از همون اول حکومت که جمهوری اسلامی تشکیل شد در سرکوبای کردستان نقش داشته، تا حمله به دانشگاه دوره خاتمی 18 تیر، تا کشتار سرکوب اعتراضات 88، اعتراضات 96 و 98. این یه عنصر جانی و واقعا تروریست بود که ظریف از اون به عنوان صلح طلب یاد میکنه. این ریاکاری خود ظریف رو نشون میده. و از طرف دیگه ظریف همیشه گفته، تو این جلسه هم گفته من سرباز نظامم، من اونجا چیز زیادی نگفتم و اینا که ناراحت کننده باشه، من سرباز نظامم. و تو این سالها ظریف به عنوان رئیس دیپلماسی جمهوری اسلامی بسیاری از دیپلومات هایی که از وزارت اطلاعات و حفاظت سپاه به عنوان دیپلومات تروریستایی که هستند در سفارتخونه های جمهوری اسلامی در سراسر دنیا جا دادند. و در واقع ظریف خودش عنصریه که رئیس دیپلومات تروریستای جمهوری اسلامی دو سطح بین‌المللی هست. به اضافه اینکه ظریف تو این سالها در مقابل دوربین های خبرنگاران در سطح بین‌المللی بی‌شرمانه وایستاده گفته ما تو ایران زندگی سیاسی نداریم، تو ایران آزادی داریم، زن آزادن، و بی‌شرمانه از اینا دفاع کرده. ولی من فکر میکنم که به هر رو باز برمیگردم به اون مسئله. ظریف یه جایی گفته بود که به هر رو چند ماه پیش، من میخوام خودم رو احتمالا کاندید ریاست جمهوری کنم. من افشای این نوار ظریف رو فقط یه نسخه داخلی جناح بندی ها دعواهای جناحی جمهوری اسلامی میبینم. اینو نه خطر دیپلماسی برای جمهوری اسلامی میبینم، نه به خطر افتادن منافعش در کشورهای منطقه یا در سطح بین‌المللی، نه در مذاکره با آمریکا، نه در رابطش با اتحادیه اروپا، چین و اینا. فقط این دعواییه که بین جناح‌بندی‌های جمهوری اسلامی هر از گاهی میفته. من به نظرم، بر این تصورم که، بر این باورم که تنها کاربرد این نوار که خود ظریف هم گفته که قرار بوده که حدود 90 دقیقه نوار پخش بشه، اونم بعد از کار دولت تموم شده، ولی بدقولی شده و این نوار پخش شده. فقط میتونم بگم که در رابطه با رقابت‌های جناحی، در رابطه با احتمال کاندید شدن ظریف بوده. و به اضافه این که من این نوار رو نه ضرر خاصی برای حاکمیت میبینم، نه دیپلماسی اون میبینم، منتها یه رسوایی بزرگی برای کل حاکمیت میبینم که این بار حرفایی که مردم هر روز در کوچه و خیابون میزنن، مردم، رسانه های خارجی زده میشه، بخش آگاه جامعه به بهترین بچی به اینو آشنایی داره، ظریف
اومده به یه گوشه از اونها اشاره کرده و به نظر من این رسوایی بزرگی نه برای ذره کل حاکمیت جمهوری اسلامی است که حتی عناصر خودش رو به این شکل به راحتی داره میسوزونه. پس میشه گفت هیاهوی بیمایه در یک درگیری حیدر نعمتی. به نظرم اینجوریه. به نظرم من اینو چیزی که از نوار در بیاد خیلی دندونگیر باشه وجود نداره و همینطور که صحبت کردیم چیزی از توی نوار گفته شده برای جامعه به قول معروف بسیار پراتر از اون به هر رو مطرح شده بوده، جامعه آگاه بوده. این فقط کاربرد دعواهای جناحی حکومت داره که همیشه هم این جناح بندی ها تو حکومت وجود داشته و وجود خواهد داشت. آقای بهرام رحمانی با این جنبندی سودمند و پرمایه فکر میکنم بهترین زمانی باشه برای پایان دادن به این گفتگو و بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت صدای نو در سیدنی استرالیا رو پذیرفتین و مهمان برنامه ما شدین. منم از شما تشکر میکنم. بار دیگه برای شنوندگان رادیو شما تندرستی و شادابی و موفقیت آرزو میکنم و تاکید کنم که به هر رو این شعاری که حداقل دو تا شعار بازنشستگان که ماهاست در خیابونا سر داده میشه باید به هر رو ما اینو پیگیرش باشیم، اینکه خط فرق 12 میلیون دست و مزدای ما 3 میلیون نباید جامعه ایران به ویژه موضوع بگیران از این بگذارن و به اضافه اینکه ما رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم و معلومه که از همین الان روشن صحبت کردیم این نمایش ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی این بار بسیار افتضاح‌تر از سال 88 یا سالهای قبل خواهد بود. با امید اینکه ما روزی شاهد این باشیم که کلیه بساط جمهوری اسلامی از جامعه ما برچیده میشه و نه تنها شهروندان جامعه ما بلکه منطقه هم نفس راحتی خواهند کشید و بیشتر الگوشون همبستگی، همزیستی مسالمت آمیز و صلح و آزادی باشه. با امید اون روز. با سپاس دوباره.